سلام دوستان، من رویا هستم. به کانال من خوش آمدید. توی این ویدیو کلیپ من به شما نشون میدم چطور یک ساندویچ خوشمزه با پنیر خامه‌ای خونگی درست کنیم. برای درست کردن ساندویچ به این مواد نیاز داریم: پنیر خامه‌ای خونگی، سیاه دونه، پیازچه ریز شده، فلفل دلمه‌ای زرد و قرمز خرد شده، زیتون سیاه، جعفری خرد شده، نمک و فلفل سیاه و 4 عدد نون توست قهوه‌ای. خب اول بریم پنیر خامه‌ایمون رو درست کنیم. 1 لیتر شیر پرچرب می‌خوایم. اگه شیرتون کم چرب باشه به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. نصف فنجون خامه‌ای که می‌تونید مقدارش رو دو برابر کنید. سرکه سفید، 1 صافی فلزی و پارچه تمیز نخی. اول شیرمون رو میذاریم روی حرارت متوسط روبی زیاد تا جوش بیادش. نصف فنجون خامه رو اضافه میکنیم. هر قدر خامه بیشتر باشه خب بافت پنیرتون نرمتر میشه. شیر رو هم میزنیم تا جوش بیاد. الان ببینید شیر به جوش اومده. نصف از سرکه‌ای که داشتیم رو اضافه می‌کنیم و شیرمون رو هم می‌زنیم. شعله گاز رو کم کردیم. الان بقیه سرکه رو می‌ریزیم. سرکه در چند مرحله می‌ریزیم. همینطور که می‌بینید شیر بریده شد. آب سبز رنگی رو که می‌بینید که پر از پروتئین و کلسیومه که از پنیر سوا شده. حالا یه مقدار نمک اضافه می‌کنیم. این صافی فلزی رو روی یه ظرف بزرگتر جا میدیم. روش هم پارچه کتونی میذاریم. شیر بریده شده رو خالی میکنیم. اجازه میدیم آبش کاملا جدا بشه. اطراف پارچه رو جمع میکنیم. بعد این پنیرمون رو چند بار در ظرف آب تمیز فرو میکنیم تا هم خنک بشه هم ترشی از سرکه توش نمونه. برای 1 ساعت توی همین صافی میذاریم بمونه. بعد از 1 ساعت میبینید که پنیر ما حاضر شده. آب جدا شده در لیوانم پر از خاصیته که برای پخت نون با آرد مخلوطش میکنیم و خمیر درست میکنیم یا در سوپ میتونی استفاده کنی. خب حالا این پنیر رو تو مخلوط کن میریزیم. برای 2 دقیقه روشنش میکنیم تا پنیرمون فرم بگیره و حالت نرم و یک دست پیدا کنه. در این مرحله شما میتونید سبزی خوش، سیر، فلفل سیاه یا هر چیزی که دوست دارین به پنیرتون اضافه کنین و به طعم دلخواه خودتون درش بیارین. بعد از 2 دقیقه میبینین که یک پنیر با بافت نرم داریم که شما میتونید این پنیر رو برای 7 روز در ظرف دردار در یخچال نگهداری کنین. خب بریم ساندویچمون رو درست کنیم. پنیر خامه‌ای رو توی ظرف بزرگ می‌ریزیم. 1 قاشق سیاه‌دونه رو اضافه می‌کنیم. 2 قاشق بزرگ جعفری اضافه می‌کنیم. هر قدر جعفری بیشتر باشه ساندویچتون خوشمزه تر میشه. بعد زیتونه سیاه رو وسط نصف می‌کنیم و به مخلوطمون اضافه می‌کنیم. از فلفل دلمه‌ای زرد و قرمز استفاده می‌کنیم که ساندویچمون رو رنگارنگ کنه. پیازچه ریز شده داریم، اونم به مخلوطمون اضافه میکنیم. تمام مواد رو با همدیگه مخلوط میکنیم. به اندازه مورد احتیاج نمک و فلفل سیاه اضافه میکنیم. 4 عدد نون توست رو گریل کردیم، روشو کره میمالیم. بعد از مخلوطی که درست کرده بودیم روی نون توستامون میمالیم. به همین طریق ساندویچ دوممون هم درست میکنیم. ساندویچ گیاهیمون با پنیر خامه‌ای که بسیار مغذی هم هست خیلی زود حاضر شد.
این ساندویچ گزینه خیلی خوبی برای صبحونه یا برای عصرونه می باشه. خیلی ممنونم که کانال منو نگاه کردین. لطفاً کانال منو دنبال کنین و به دوستانتون معرفی کنین.